جوان هستم در شبکه مسیح اینجا من جوانم. حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. به به حال خندوانه تو خونه چطوره؟ عالی. شماها خیلی قشنگی. خیلی. شماها اصلا خیلی قشنگی. خدا رو شکر که شما اینقدر قشنگین. خدا رو شکر چقدر شما ماهین. رفقای امشب ما همه یه سری دختر و پسرای قند اصل خیلی خوشگل و نازن که برای اولین بار دارن روزه میگیرن و خیلی هم باحاله و خیلی هم ممنونیم از این که اومدن اینجا و خیلی خیلی ما خوشحالیم از امشب. به همتون تبریک میگم. خدا همتون حفظ کنه. ما خیلی شما رو دوست داریم. شما ما رو خیلی دوست داشته باشین. سجاده به رنگ آبی فیروزه‌ای به رنگ آسمون با گلای طلایی دوروبرش و حاشیه دوزی لاجوردی و تیکه‌های سبز. این دفعه شما که صدای از اون رو بشنوین یه چیزی مثل آوازای دوران بچگی تو دلتون تکون میخوره و دل قشنگتون رو میلرزونه. شما شکوفه‌هایی هستید که دارین میشکفین و قد میکشین و میرین میرسین به آسمون. شما باید بخندین تا این دنیایی که پر شکوفه شده یهو بهار بشه. باید بخندین. شما باید شاد باشین. این حق شماست و ما بزرگترا این حق رو برای تک تکتون قائلیم و عاشقانه این حق رو دو دستی در اختیارتون میذاریم که شما شاد باشین. این دفعه که با خدای خودتون حرف زدین سلام ما بزرگترا رو هم بهش برسونین، چون میدونین خدا شما رو خیلی دوست داره. من میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ بله. میشه امشب من رو توی تیم خودتون و جزء خودتون حساب بکنین و منم به خودم بگم بچه ها؟ بله. پس ما بچه ها نه؟ بله. شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه ی بچه ها. حالا که اینطوره میخواییم با هم دیگه بخندیم، خودمونو گرم کنیم. آماده این؟ آره. قربونتون میرم. آماده. نفس دومی سومی رو نگر میداریم. نگر. یک دو. حالا مسابقه پیامکی باریکلا قشنگا. ما هر شب یک سوال پیامکی اسمسی مطرح میکنیم، شما جواب درست به 3500 ارسال میکنین. هر شب یک نفر، یعنی دو قرعه کشی که میشه یک نفر انتخاب میشه، 500 هزار تومان بهش جایزه داده میشه. منتها ما اسامی رو ته هفته هر دفعه اعلام میکنیم. سوال اینه میزان مصرف آب در ایران چند برابر حد معمولش در دنیاست؟ 1.5 برابر، 2.2 برابر، 3.7 برابر. میخواین بدونین؟ آره باید اینو اسمس کنن بزرگترها. با هر کدوم از این تعداد برابر موافق بودید عددش ارسال میکنین. خب عرض کنم خدمتون که 8 برابر چی شده؟ 8 برابر چی؟ عددی گفتی 8 برابر؟ نیما میبینیشون؟ بله، چی شده مگه؟ خیلی باحال نیستم. چرا کوچیک شدن انقدر؟ چرا همون؟ اینا اون بزرگا که کوچیک شدن نیستن. بچی هم مگه میشه؟ اینا خودشون همه قدی هن. مگه میشه اصلا؟ اینا خودشون خیلی بزرگ هن. شما مگه خیلی بزرگ نیستین؟ بله. فرما. ولی ما بچه هاییم. خوراکیه این اصلا. آره؟
آقای جوان، اینا همشون دفعه اولشونه که اومدن در خندوانه، همشون هم دفعه اولشونه. دفعه اولشونه که میتونن روزه بگیرن. من دفعه اولم آقای جوان. چی؟ تو همه چی؟ دفعه اول اصلا برای منه، برای چی انگو چسبونی به بچه‌ها؟ انگ نیستش. خب این یه چیه، ویژگیه الان. ویژگی بچه، ویژگی من هم هست. من اولین بار شروع کردم. چی رو؟ همه چیو. مثلا لبخند مترو، من اولین بار بودم که از اینجا انداختم. چی رو؟ لبخندی که تو مترو گفتی، شما گفتین شنبه روز هفته، اول هفته خنده باشه. خب من گفتم اولین بار. و تو شنبه ها میری اولین نفر لبخند میزنی؟ نه، گذاشتم یک شنبه دیگه. ده آها، چون یک شنبه که شنبه اولم من. آها، شنبه که همه میکنن خیلی چیزا، کمر بستن، کمربند مثلا، باز من اولین نفر بودم. کلا و حالا بمونن خیلی چیز دیگه اصلا لیست کردم آوردم. بگو بمون. مثلا من اولین کسی هستم که تو سلام کردم. به کی؟ من سلام کردم. آفرین به خودت. کی گفت اصلا آفرین؟ خب اولین نفر تو به من سلام کردی؟ به همه. من اولین نفری هم که سلام کردن و گفتم. بعد من اولین کسی بودم که در صف نان ایستادم. همیشه دونستم جلوترین نفر باشم در صف نان. و مثلا اولین کسی بودم که با بچه ها دونستم دوست بشم. مثلا من تو اومدم تو با این آقا دوست شدم. من با این آقا دوستم. از خیلی سال پیش. از خیلی سال پیش؟ بله. این بزرگه، اینجا نگاش نکنید. یعنی جا زده به عنوان یکی از اعضای بله. 43 سال بچه‌ها. 43 سالشه این. چقدر؟ 43 سال. اصلا بهش نمیاد. 42 سالشه. حالا سر یک سال که نباید منو خراب کنه جلوی جواب جوان که. خب دیگه؟ بعد دیگه اولین کسی هستم که آب خوردم، اینو گفتم؟ نه. اولین کسی بودم که من آب خوردم. نمیفهم این اولینا چجوری شکل گرفته؟ من میشه تو اول نفری باشی که آب خوردی؟ بله. اول نفر بین کیا، در کجا، در چه زمانی؟ زمان ایناشو محاسبه نکرده ولی نیما جهان یه تاریخی داره. من به جهان کاری ندارم. من هر وقت شروع کنم یه کاری میشم اولین. آها آها فهمیدم. خب بل... اولین بودم ولی خب که موبایل حرف زدم من بود گفتم که اول کسی هستم که مثلا کانال تلویزیون عوض کردم. این دیگه خیلی سخته دیگه. اول کسی که کانال تلویزیون عوض کرد. بله دیگه، این که دیگه کسی نکرده. خب بعد دیگه اولین کسی که یه سیرم خواهد بود دارم، یعنی مثلا در آینده ممکن اینجوری باشه. اول نفر خواهی شد. بله. چیه؟ که به سیاره دوری بروم و در اونجا سکنا گزینم. سکنا گزینی در سیاره دوری؟ در سیاره. خب چه کار کردی؟ بلش کن، بلشون کن دوستان. بلش چی؟ برای یه کاری داشت میکرد. نه آقا بزن جلوشو بایستم من. نه نکن این کار، اول نفری که جلوی بچه ها وامیستی. همین هم یا منم شما رو خراب میکنن. آقا من برم مربی. من اینجا مدارکش هم دارم ها. مربیگری استادم برم بیارم ببینی. مربیگری چی میخوای بکنی؟ مربیگری ندارم، استادم هستش. استاد مدارکش از اولین نفر رو تایید میکنه. الان من میام خدمتتون تا شما حرفات رو بزنید. بچه‌ها نیما دیگه نیماست دیگه و ما بعد به حرفش گوش بدیم. استادم دست نزنید براش. دست نزنید. بیا بیا دست نزنید. استادمه. استاد قشنگم آوردم. این استاد تو؟ بله. استاد چیه؟ استاد اولین باره دیگه. ایشون اولین بار اولین کسی بودن که به من یاد دادن که باید چگونه رفتار کنم. راست میگی؟ بله. اسم استادتون چی؟ اسم تو بگو. استاد مگه صحبت میکنه؟ بله. نه پس صحبته میکنه. من از دارم صورت استاده ببینم. نه از اینجوریشون خدای من ببین این استاد چه قشنگه. استادو ببین. بله برای اولین بار. میشه بازی استادتون رو ببوسم؟ نه خیر، بفرمایید اون بر آقای ما. میشه من استاد بغل کنم؟ یه ذره بده دست من ببخش. استاد ایشون میفرمایید که میخوام بغلتون کنم اگر که مایل باشید. بفرمایید. اجازه میده. شما آوردن که. خاطر من. ایشونه دیگه. خلاص استاد. استاد هر موقع صلاح بدونید ما از خدمت آقای جوان مرخص میشیم. میخوایم بریم؟ خیلی شب خدمت از بنده است. استاد خیلی خوشحالیم شما اینجا این. استاد کلا خیره هستن و چه همش در اندیشه و تفکر هستن. بله. اصلا خیلی اهل استاد دارن فکر میکنن. بله اصل محاوره ببینید اصلا دوستان و اخم دارن کلا چشمای نافذی هم دارن. بچه یواش بچه دوستان یواش لطفا همینجوری استاد دارن فکر میکنن. در عجبا میگن اینا که بزرگ بودن چرا کوچیکن الان نشستن اینجا؟ چرا تماشاگر قبلی نیستن؟ از من پرسیدن بیرون استادیو جناب استاد شما خیلی قشنگی. من بازی استاد بوس کردم. ببخشید ببخشید من استادمو میبرم. استاد ببرید. استاد خیلی خوشحال شدم دیدمتون. استاد با شما هستم. استاد خداحافظ. شما استاد یه ذره خندیدین نه؟ یه ذره خندیدین. استاد استاد خداحافظ. استاد اولین توپل هم هستن که میدونید که. بله. لقب اصلیشون اولین توپل هستن که خیلی هم بریم. بچه همه با استاد خداحافظی کنن. استاد خداحافظ. خداحافظ.
استاد رفت. استاد تو بغل میبرن میارن، چقدر قشنگه. آخه بچه ها میخواییم آواز بخونیم، موافقین؟ بله. پس با هم میگیم یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. قطر قطر خنده ها تو بریز وسط، هر یه دونش امتیازه واسه، خنده توی مشتمونه مثل خمیر، اگه به بازی غصه میگه بمیر، قرار بینمون یادش نره، با خنده قیافت بازره، هی هی نگو قرد مشکلم، بهشون فکر نکن اینجا بهتره. کم کم غصه ها تو بریز دور، زیر چشمی نگاشون کن از زور، یکی یکی دارن از دور میشن، کم رنگ میشن بی حرف تو، تو یه قراری با ما گذاشتی، زود بگو قهری آشتی، وقت گفتنت دیگه تموم شد، ما دیگه با هم هستیم آشتی، قرار بینمون یادش نره، با خانده بیافت با هم زره، ای هی نگو قرد مشکلم، بهشون فکر نکنی اینجا بهتره. ما خیلی باحالی، ما خیلی خیلی باحالی. آروم آقای جوان، کپ کرده استاد. استاد هنگ اصلا دیگه نگاه نمیکنه، منو نمیشناسه الان که شاگرد قدیمیشم. چیکار کنی؟ خب چیکار کنیم که هی چیکو 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 بس دیگه. خب میبردیم. چند بار چیکو رو تکرار میکنید؟ آوازمونه. خب یه چیکو بگین، چیکو چیکو چای چیکو 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 پشت سر هم. خب دیگه خودت بلدی دیگه، میدونی آواز. خب استاد میبرد یه جای دورتر. استاد کجا برم جای دورتر؟ استاد اعظمو کجا ببرمش؟ الان میام از استاد معذرت خواهی میکنم. الان میام از استاد معذرت خواهی میکنم. بچا شتر مرغ دیدین تا حالا؟ خیلی بامزن نه؟ نه. بچا اصولا حیونا رو دوست دارین؟ حیوانات خیلی ماهن و میدونی که خیلی و میدونی که ما وظیفمون اینه که محیط زیست و حیوانات و اصولا اطرافمون رو مراقبت بکنیم و دوستشون داشته باشیم، بهشون محبت بکنیم. خب بریم بریم، راجع به شتر مرغ چیز بامزه ای بریم 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 ببینیم بیایم بریم بیایم.
دوستان من، قبل از اینکه من به خاطر تشکر از اینکه اومدین به خندوانه بهتون هدیه بدم، یه بار دیگه سوال مسابقه پیامکی رو براتون میخونم که میزان مصرف آب در ایران چند برابر حد معمول در دنیاست؟ اگر موافقید که 5 برابر عدد 1 رو بفرستید، اگر موافقید 2 برابر عدد 2 رو بفرستید، و اگر موافقید 7 برابر عدد 3 رو بفرستید به 30500 و هر شب یک نفر طی قرعه کشی 500,000 تومان کارت هدیه میگیره و نوش جانش و مبارکش. خب من از اینکه شما اومدین اینجا خیلی خوشحال شدم، خیلی هم ممنونم. بچه‌ها کتاب می‌خونی؟ بله. کسایی که کتاب غیر از کتابای درسشون کتاب می‌خونن دست بالا؟ خوبه؟ خوبه؟ من بچه‌ها کتاب خوندن، بذارین یه چیزی بهتون بگم. آدم‌ها همونجوری که غذا می‌خورن، همونجوری که حمام می‌کنن، همونجوری که می‌خوابن و همونجوری که خیلی از کارهایی که باید انجام میدن، لازمه کتاب بخونن. آدم ها اگه کتاب نخونن بزرگ نمیشن. آدم ها اگه کتاب نخونن خیلی از چیزای زندگی رو یاد نمیگیرن. بعد من دوستتون بهتون دارم کتاب هدیه میدم و آرزو میکنم کتاب بخونید و کتاب به دوستاتون هدیه بدید. اینا مال خانم است، درسته؟ مبارکه بفرمایید. میتونیم باز کنیم، نگاه کنیم، هر کی دلش خواست میتونیم کادوشو باز کنیم، نگاه کنیم، بفرمایید، 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 شما بفرمایید. هیچ کس خوشحال نیست که کتابشو نگاه کنه چیه؟ نه؟ بفرمایید، بفرمایید، مبارکه، تبریک میگم، ستاره بچینیم، خواب امیر ببینی، کتاب بخونی. ازتون ممنونم و بریم بیاییم. دنیا رو خیلی سخت نگیریم، به زیبایی هاش نگاه کنیم، یک خندوانه ای باشیم. سلام خندوانه ای های عزیز، به یکی دیگه از برنامه های خندوانه خوش اومدین، با ما همراه باشید. پیتزا 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 آی نو دیس پیتزا ایتالی منچستر یونایتد Manchester United. Sorry. Manchester United, Chelsea, or Shamushak and Nosha? Shamushak and Nosha. Oh, row, row your boat gently down. This nursery rhyme. Nursery rhyme. Do you know any Italian nursery rhymes? Nothing here. Okay.
ما بچه ها آرزوهای عجیب و بامزه و باحالی میتونیم داشته باشیم که داریم همیشه. مثلا یه بستنی به بزرگی یه اتوبوس، یا مثلا یه شهر بزرگ که همه چیش با پاستیل درست شده، یا یه پیتزا که البته پیتزا خیلی چیز باحالی نیست، ولی حالا یه پیتزای خوب خونگی به اندازه یه خونه بزرگ باشه، یا یه فرشته که بیاد هر روز به همون یه هدیه بده، یا خیلی چیزای باحال، خیلی چیزای باحال، یا اینکه دنیا همش در حال جشن گرفتن و شادی کردن باشه، همش همش با هم بازی کنیم، بخندیم، کیف کنیم. زبون ما بچه ها زبون سختی اصلا نیست، خیلی هم زبون ساده ایه، فقط بعضی از بزرگترا به راحتی نمی فهمنش. ولی بزرگایی هستن که خیلی خوب میدونن بچه ها توی مسیر زندگیشون احتیاج دارن که زبونشون فهمیده بشه و احتیاج دارن که بچگی کنن، احتیاج دارن که آرزو کنن و احتیاج دارن که آرزوهاشون برآورده بشه. این بزرگترها عین یه باغبون که هر روز به گلاش سر میزنه مراقب روح و خواسته و آرزوی بچه ها هستن و این ممارست و این در کنار بودن از چروک های دور چشم و پیشونیشون میشه فهمید. بچه ها هم اونا رو خیلی دوست دارن. خدایا این آدم بزرگا رو هیچ وقت از بچه های دنیا نگیر و بذار کنارشون باشن. میخوام دعوت بکنم از رفیق خودم، بسیار دوست داشتنی، بسیار باحال و آدم حسابی، و اجازه بدید دعوتشون کنم که بیان تو. خانم آقایون، عموهای فتیله. مهمون قلب ما شد، دنیا با خنده
خورشید شده مهمون، میخندن ستاره ها و ماه آسمون، گل هم داره میخنده با شادی تو گلدون، تو هم قشنگ تر از گلی با لب خندون. لا 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 آخه جیگرم حال اومد. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوبی؟ این خسته نباشید. عالی. بچه حالمون چطوره؟ عالی. ماشاءالله. حالتون خوبه؟ عالی. سلامتی؟ بله. همه خندونی؟ بله. احسن. رام باد میان براتا. حالتون چطوره روبراهین؟ خیلی ممنونیم که اومدیم. قربونتون برم. دم ستاتون گرم باشه، سالم باشه. مرسی. انشالله همیشه خوب و خوشحال خندون باشین. ممنون. میگفتم ما بچه‌ها آدم بزرگایی که زبون بچه‌ها رو بلدن و میدونن که آرزوهاشون، روحیه‌شون و تخیلشون مهمترین چیزاشونه رو بلدن از اینا مراقبت بکنن، خدا همیشه حفظشون بکنه. مرسی. دمتون گرم. بگید که علی فروتن، حمید گلی و محمد مسلمی. بگین که ما از بچگی برنامه‌های شما رو می‌دیدیم. خیلی خوب بود. چی؟ میگم از بچگی برنامه تو رو می‌دیدیم. خیلی خوب بود. بگین این فیتیلزش از کجا شکل گرفت؟ خب ما حدوداً 7-8 سال با هم کار کردیم، کارهای تلویزیونی، نمایشی، سفرهای تریلی که کانون پرورش فکری داشت. آها. توی شهرها و روستاها حدوداً 4-5 سالی با هم بودیم. وقتی که بچه‌های روستا و شهرستان رو می‌دیدیم و می‌دیدیم که تنها پل ارتباطیشون واقعاً تلویزیونه و چقدر ارتباط خوبی برقرار می‌کنن، به این فکر افتادیم یک کاری رو تولید کنیم علاوه بر بچه‌ها بزرگترها هم بشینن برنامه رو ببینن. که شعار اون موقع بچه‌ها، خب مدارس تعطیل می‌شد، می‌گفتن فیتیله جمعه، همیشه دلشون خنک میشد وقتی پنجشنبه بود. ما دیدیم شیرین اسمش و بچه‌ها خاطرات خوبی از این شعار دارن، مخصوصا خودمون. پنجشنبه بهترین روز، ساعت آخر زنگ آخر مدرسه اصلا عالی بود. یه روزی ستایی داشتیم میرفتیم، معمولا میگیم باید کارهای انسان دوستانه هم بکنیم دیگه. یه خانومی ماشینش خراب شده بود، ما شدیم ژان والژان اینا، آره، رابین هود و اینا، پیاده شدیم ستایی آستینا بالا که کمک کنیم پنچری ماشین رو بگیره. ستایی که گفتیم اومدیم اینو بلند کنیم، سپر کنده شد. بعد گفتیم ببخشید این سپر برای شما. هفته پیش ما مشهد بودیم، بعد روزی که برای بچه های کار شما هم برنامه داشتیم، ما اونجا به عنوان سفیران به هر حال اومدیم توی خیابون و شیشه های ماشینا رو پاک میکردیم. اعتراض ما نسبت به اینکه بچه ها کار میکنن، من و علی یه خانمی اومد و خلاصه با شوهرش اومد ماشینشون رو تمیز کنیم. بعد هم نمادین بود دیگه، این شیشهش بنده خدا تمیز بود. بعد اینو چند بار ما استفاده کرده بودیم، انقدر چیز کردیم گل شد، فیلمبرداری هم بود. بعد بهش میگفتیم برو، میگفت دیگه نمیتونم برم جلو، ما نمیتونم برم. خلاصه شیشه تمیز رو گل کردیم و گفتیم برو زبطه، برو زبطه، کامل کده شد شیشه. خوب ببینم این فیتیله هیچ وقت نفر چهارمی داشته که حذف شده باشه؟ نه، ما از اون اول همین مثلث رو داشتیم. بعضی موقع کسایی به ما اضافه شدن، مثلا یه زمانی شاید 5-6 نفر به ما اضافه شدن، دوباره رفتن به عنوان میهمان، ولی مثلث همیشه هستش، همیشه بوده. ما یه قانونی داریم، لبخندهای مهمونمون رو تماشاچی میبینه بهش امتیاز میده. هر کدومتون 5 ثانیه لبخند میزنید. من یه بار حالا یه چیزی سوال کرد، خیلی خوبه. آره من قبل از اینکه این بخشو ببینم، چون واقعا بخش خیلی باحالیه، من یکی از زیباترین لبخندایی رو که شما نشون دادین به اعتقاد من و من عاشقانه دوستش دارم، هم خود اون شخصیتو، هم لبخندی که زد و اکتی که داشت تو برنامه‌تون، به اعتقاد من یکی از زیباترین لبخندای برنامه شما و لبخند مرحوم مهران دوستی بود. واقعا زیبا بود، یعنی به اعتقاد من
انقدر این آدم لطیف و قشنگ کلاه و از سرش برداشت و لبخند زد. خدا رحمتش کنه، انشالله که روح شاد باشه. روح شاد باشه. همیشه ستایی با هم. آقا یه قاب ستایی ببندیم. شما همیشه با هم بودیم. پس به هم نزدیک شد. بچسبیم. بچه از پنج بر... از ده براشو میشمریم میایم پایین. یک، دو، سه. ده، نو، تو یه کار نشدنی انجام دادی. من تا حالا لبخند نزدم. این تا حالا لبخند نزده بود. من اصلا می‌خواستم بگم این تصویر ستایی شما از پایین به بالای لبخند قهقهه بود. محمد اینجوری بود. حمید اینجوری بود. اینجوری. به ترتیب رفته بود بالا. خب بریم و بیایم گپمون رو با این ستا عشق قشنگ ادامه بدیم. بریم بیایم. عمو فیفی‌لی‌ها اینجا هستن، علی فروتن، محمد مسلمی و حمید گلی. میخواییم مسابقه یه حلقه بدیم. بچه ها دقت بکنید که این بالاییه، شاخ بالاییه 20 امتیاز داره، بقیه شاخ ها 10 امتیاز. هر کدوم هم 4 تا حلقه پرت میکنید. علی و محمد فینال. چه خبر علی؟ چه خبر؟ الان
من مستقیم قبول نیست. شما جواب بر علیه من خراب میکنید. ویدیو چکاتون آماده کنین آقا. ویدیو چک آماده باشه. نه محمد یه کاری بکن. محمد الان خندوانه یا حلقوانه؟ الان حلقوانه هست. بس میگه سب کن. برو بای خیلی خوبه. لغوه گرفتی. آه 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 طولانی آه 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 آواز بخونیم بعدا؟ اول آواز بخونیم بعد جوک بگیم طولانیه برو بریم آواز بخونیم دستا بالا؟ دستا بالا دورترک از پس کوه بلند خوشو خانوم با گیسوهای کمن خبر میده صبح سفید اومده مژده بدیم مژده که عید اومده رقص خوش قاصدک از دور دست شادی آورد و راه غمها رو بست ساز و دهل کوچه رو بیدار کرد گوش به آهنگ سپیدار کرد ای با تکین ای سنم ای وطن ای میهنم عید اومده شاد باش جشن با خوشحال باش عید اومده شاد باش جشن با خوشحال باش لال رخ و محجبین کشور ایران زمین عید اومده شاد باش جشن با خوشحال باش عید اومده شاد باش جشن با خوشحال باش چه کلمه بدت میاد علی؟ قهر. قهر. و حمید؟ شاید کلمه اشکالی نداشته باشه. آنچه که از کلمه به هر حال به ما میرسه این جریان تظاهر و ریا خیلی آزاردهنده است. خیلی. خیلی. محمد حسادت. حسادت. دلغر کردی؟ من آره ولی خیلی کوتاه. طولانی؟ نه. الان با کسی قری؟ الان؟ نه. همین. دورویی کردی تا الان؟ دورویی؟ تصویر کردی؟ دورویی؟ برای خودم تعجب آور بود. تصویر بودی؟ آره. دورویی نه فکر نمی‌کنم نه. نه. ولی در رابطه با این قهری که گفتین چرا از نظر اخلاقی من فکر میکنم که نیاز به اصلاح داشتم یه چند سالی وقت گذاشتم برای این جریان که به این برسم که آدم ها هر طوری که هستن همونطوری قبولشون بکنم
نه خیلی مهمه. بله. خیلی. ما خیلی گرفتاری اینو داریم. آره. من این اشکالو داشتم. نمیگم الان ندارم. ولی الان تقریبا فهمیدم که همون قد که دیگران هر طوری که هستم، منم یه طوری دیگه ای هستم که شاید به مزاق اونها خوش نیاد. آره. و تحمل نه. این قبول بکنیم که همه بالاخره یه جوری هستیم دیگه. آره. این باید تحمل باشه. همینطوره. محمد تو از چی بدت میاد؟ از چه کلمه؟ حسادت. آه گفتی تو الان حسادت کردی؟ به هر حال نمیتونیم بگیم که این در ما وجود نداره. ممکنه آدم قبطه بخوره. بعد. اما از یک زمانی حسادت. که آدم بهش فکر میکنه و فکر میکنم اون به یک درک و شعوری میرسه، میتونه باهاش مبارزه بکنه، میتونه کنارگیری کنه. از یه سنی واقعا هیچ وقت حسادت نکردم. حالا شاید مثلا میگم دورانی که به هر حال به راهنمایی دبیرستان آدم فکرش به هر حال اینجوری نبود دیگه، ولی الان نه، واقعا به چیزی حسادت نمیکنم و همیشه دوست دارم بهترین ها رو دیگران داشته باشن. خیلی روی فوق العاده ای، اصلا درجه ای که دمت کرد. به اون جایی که از اجرا برای بچه ها و ارتباط برقرار کردن برای بچه ها میخواستین رسیدین؟ میدونی یه اوجی داره که آدم هرچی میره جلوتر، آره. به واسطه که مخاطب هی نسل جدیدترش میاد، آدم احساس میکنه که کاشکی فرق کرده. آره خیلی خیلی. ما یه زمانی چجوری خودتون رو بروز میکنی؟ ما هر روز خودمون رو بروز میکنیم. دست شما درد نکنه. نامه اعمالمون رو داده دستمون. آره با کنم. اول علی شروع کنه. اول بگو چه کلماتیه، بعد میدونی که با کل این کلمات بعد یه ماجرا بسازی. کلمات هم یه برنامه ببینیده، هالیوود، فیتیله، بروسلی، یکی یه دونه، سیرابی. خودتی. بگم یه روز با بروسلی دوتایی رفتیم هالیوود. دروغ گفتی. نزم. یه روز با بروسلی دوتایی رفتیم هالیوود. منو بگی. بروسلی گفت بریم یه برنامه ببینیم. گفتم بریم ببینیم. گفت چه برنامه‌ای؟ گفتم آقا یه فیتیله هست، برنامه فیتیله یکی یه دونه است. فقط قبلش باید سیرابی بخوری که می‌خوای برنامه رو ببینی. با بروسلی سیرابی بخوری. من اولین آدمیم که با بروسلی سیرابی خوردم. دوستان نه، حواستون جمع باشه. خب کلمات این کاغذ میگه هنرمند، مدارا، گرفتاری، گرما، آبدوخیار، گینه نو. خب یه هنرمندی میشناختم تو گینه نو، همیشه گرفتاری گرما رو داشت، سعی میکرد مدارا کنه، ولی در آخر مجبور میشد چیکار کنه؟ آبدوخیار بخوره. چه باحال. مرسی محمد. هنر برای هنر، رامبد جوان، مرغابی، استعاره، جشنواره کن، جمعه. ببینم چیکار میکنی ها، برو حالا. آخرین فیلم رامبد جوان، هنر برای هنر، یک فیلم استعاره‌ای، تندیس مرغابی را در جشنواره کن روز جمعه دریافت کرد. وا! بچه‌ها من این کتابو خیلی دوست دارم. به شما دارم هدیه‌اش بدم به خاطر بازیتون. ممنون. ولی هدیه اصلی و پایانیمون هنوز مونده. تشکر. بسیار عالی. خیلی بهتون خوش می‌گذره با این. از این کتاباست که همینجوری ورق می‌زنید و همینجوری لابلا ازش استفاده می‌کنید، خیلی هم باحاله. تشکر. قربونت برم. آخرین کتابی که خوندین کی بوده؟ آخرین کتاب؟ واقعیت رو بگید بچه‌ها. فرهنگ گفت‌های طنزآمیز یه سه ثانیه پیش یه چند تا مطلب هست. نه همین الان بگم. البته داستان کوتاه بود به نام عشق و ثروت. ترجمه است؟ یا نویسنده داخلی دارید؟ نه اصلا زبون اصلی. آره. که ماجراش خیلی جالبه که یه خواهر بزرگی هستش و دیگران ازش میخوان که یه جوری هی بهشون پول بده. و اینها دوره هم جمع میشن، خواهر بزرگ بنا به دلیلی از بین میره و جریان یه خورده مرموز میشه که آیا اینایی که اومدن به واسطه این پول باعث شده که خواهر خدای نکرده کشته بشه یا داستان چیز دیگه ای. چه با محمد
ما چون سری جدید برنامه رو داریم کار میکنیم، یک کتابی که داشتم برای برنامه جدیدمون آماده میکردم و از توش مطلب در میدم، بازی‌های خلاق کودکانه که یکی از نویسنده‌های خارجی در ارتباط با بازی‌هایی که به هر حال در روند رشد بچه‌ها تأثیر داره و قوانین رو توی بازی‌ها بچه‌ها یاد می‌گیرن که بعداً در جامعه همونا ارائه بدن. چالی میشه از اونا به ما چند تاشو بدین ما هم اینجا استفاده کنیم؟ بله. آره؟ بله. اونایی که شما استفاده نمی‌کنین بگین ما استفاده کنیم. مرسی. ما از مهمونامون خواهش می‌کنیم که بیرون از استودیو، یعنی اینجا قول بدن بیرون از استودیو یه کاری انجام بدن برای شاد کردن هر کی و هر تعداد نفر. خب. هر کی داره یه چیزی میگه. و موعدش هم که برسه، یعنی میگه من فلان موقع میتونم این کارو انجام بدم. موعدش که برسه دوربین ما میره کنارش، اون کار رو ازش تصویر میگیره، ما اینجا نشون میدیم. ما میخوایم این حال خوب کردن رو سرایت بدیم به سطح جامعه و کشور و آدم‌ها، یعنی فقط یک برنامه برای تماشا کردن فقط نشه. درست. آره. به این فکر کنیم میخوایم چیکار کنیم. ما میتونیم کاری که بکنیم و دستمون برمیاد، کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که توی سایت ما مراجعه کنیم دوستان، اگر در بیمارستان یا بچه‌هایی که بی‌سرپرستن نگهداری می‌کنن، هر بیمارستان و هر جایی که بچه‌ها رو نگهدارن تو سایت ما ثبت نام کنن، ما به صورت رایگان از الان تا آخر عمرمون اگر پابرجا باشیم و بتونیم اجرا می‌ذاریم توی اون بیمارستان، توی اون جایی که به هر حال بچه‌های ایتام هستن. بعضی موقع شهرستان می‌ریم، می‌تونیم حتی بیمارستان‌ها و جایی که بچه‌ها رو تو شهرستان هم نگه می‌داریم هماهنگ کنی که ما اگر اونجا بودیم بیایم اونجا. دمتون گرم. باریکلا. شبلغ. آفرین. دمتون گرم. علی بگو خندوانه فقط مخصوص کامل کن این جمله. خندوانه فقط مخصوص مردم ایران نیست، مخصوص مردم دنیاست. تو چی میگی؟ خندوانه مخصوص واسماس هستن. خندوانه فقط مخصوص واسماس. محمد. خندوانه مخصوصه. خندوانه فقط مخصوصه. 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 ویژه. خدا شما رو نگه داره که اینقدر عجیب غریب میگین جمله. خندوانه یعنی؟ از تو بگو. خندوانه یعنی لذت بردن. حمید. خندوانه یعنی بخند. خندوانه. بخند. خندوانه. تو برنامه ما رو نگاه میکنی دمت گرم. آره، چون یه اتفاقایی تو برنامه تو میفته برای من جذابه. من پسرام هم پیگیری میکنم برنامه شما. چه باحال. اینه که ما راجع برنامه شما. پسر چند سالشه؟ محمد سالا پسر ارشدم، الان سال سوم دانشگاه است. ماشاءالله. قربونتون برم. امیر سردارم الان سال اول دانشگاه است. اصلا به نمیاد. من تصورم بود مثلا بچه هات راه نمایی از خودمون در مونساش خوب بودن. آره. دمتون گرم علی. خندوانه یعنی بخند به روی دنیا تا دنیا بهت بخند. آهای خندوانه ای ها، حواستون جمع باشه، خندتون گم نشه. محمد. آهای خندوانه ای ها، خنده بکن همیشه، اخ بکنی نمیشه. علی. آهای خندوانه ای ها، خنده رو واسه خودتون نگه ندارین، به همه تزریق کنین. آفرین. خندوانه میتواند یک کمک بزرگ به کسایی که نمیتونن بخنده بکنه. مرسی. خندوانه میتواند؟ خندوانه میتونه استرس جامعه رو به حد صفر یا زیر صفر برسونه تا مردم آرامش داشته باشن. ایشالله. خندوانه میتواند بهترین انگیزه باشه. همه با خندوانه؟ همه با خندوانه میریم تو هندوانه. همه با خندوانه میتونن یک خنده بسیار خوب و تمیز داشته باشن. همه با خندوانه شاد میشیم، چاق میشیم، چله میشیم. بعد بیا منو. خندوانه مثل؟ خندوانه مثل لبخند. و تو حمید؟ خندوانه مثل عسل. عسل؟ بله. علی؟ خندوانه مثل صدای قهقه تو و من. مرسی. اینم بگین تموم. خندوانه حتی اگر
قطع شود خنده قطع نمی شود. شما؟ خندوانه حتی اگر نباشد می خندیم. آفرین. خندوانه حتی اگر قرار شد قطع بشه ما نمیذاریم. اینه این لطیفه ما یه مقدار حرکتیه. من اولش مقدار سریع بعد با دور تند ابتدایشو بگم سناریوش چجوریه. توی گذشته های خیلی دور که ایران جاده هاش هنوز انقدر متعدد نبود و انقدر قدرت خرید زیاد بالا نبود، مردم برای خرید میرفتن شهرهای بزرگتر خرید میکردن، میمدن کجا؟ میمدن تو روستاشون یه تایمی خریدی که کردن برمیگشتن. این رفت و برگشته شاید بعضی وقتا دو سه روز طول میکشید یا شاید یه هفته، چون بعد میرفتن تا برگردن بیان. یه بنده خدایی توی استان خود من لرستان خیلی قدیما میره شهرستان، میره مرکز شهر خرید کنه، توی این فاصله تا برمیگرده شما انشالله زنده باشین، برادرش به رحمت خدا میره. خیلی علاقمند بوده به داداشش. بعد یه اتفاقی که میفته میگن که آقا این بعد یه جوری بهش بگین که هول نکنه. یکی دو نفر میفرستن لب جاده که این میاد پیاده میخواد بیاد به این بگن که داداشت فوت کرده. به این میگن و این میاد و یه نفرم گذاشته سر پشت اون دیدبانی کنه و از این بچهای فینگلی مینگلی نافش تا اینجا بیرون دستش اینجوری تو دماغش اینجا سری به اینجوری نگاه میکنه از سر پشت اون یه دفعه دونه این بنده خدا پیاده میشه و لب جاده اون فقط دو نفر زیر بغلش میگیرن یواش یواش میگن عزیزم نمیری یه اتفاق افتاره برارت خدا بیامرز برارم خدا بیامرز ناله برارت خدا بیامرز رفت به رحمت خدا. من ای نه نه آقا نه نه شروع میشه و این شروع میکنه گریه کردن. این هی شروع میکنه میگه ای خدا سرم سوخت، جیرم آتیش گرفت، ای کمرم اشکست، ای برار. آقا اینو میارن کجا؟ میارنش داخل آبادی. از وسط خاک ما که شروع میشه این بچه میبینه دیدبانه، یه دفعه همون بالا داد میگه آوردنش آوردنش. آقا روستا به هم میریزه. آقا اینو میارن و سری کرد خدا اعلام میکنه میگه جنازه رو بیارین لب قبر. آقا یعنی اون بنده خدایی که ما خاکش کنیم بیارین لب قبر. آقا اینو میارن لب قبر رو اینم مستقیم میگن بیارین اونجا. آقا اونجا هم به واسطه اینکه میخوان اسفند دود کنن و از این قضايا استانبولی زغالای وحشتناک میذارن، یعنی پر زغال گور گرفته. این کلا نمدش تو سرشه داره میاد میرسه به لب قبر که میگه آقا ولی بار آخر برارش سیل کنن. آقا این روی داداش آقا نمیشه. آقا ولی کار دست خودش میده. ولی سیل کنم ولی سیل کنم. آقا میگم باشه بذار نگاه کنم. آقا جات خدا چیکار کنی؟ حالا بر سیل کنم. آقا سیل کنم. آقا پرد یارو روی این بنده خدا رو وا میکنه. این داداش شو نقش بازی میکنه صورتش رو وا میکنن، این داداش رو میبینه قاطی میکنه. آقا قاطی میکنه میگه ای خدا برار 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 ای سرم سوخت، یارو آتش گرفت، کمرم اشکست. آقا یه اینجوری میکنه کلاش میفته زمین، کلا میفته زمین، تو این هیری بیری شلو پلو میشه، یه لغت میخوره زیر این استانبولی زغال، یه زغال طلاب میفته توی کلای مادر مرده. کت خود بالا داد میگه کلاش افتاد، کلاش بری سرش. آقا یکی توی شلوغی زاب کلا رو میزنه تو سری، انقدر زغال تو کلا است، کلا که میفته رو سر این، یه دفعه اینجوری میشه والا سرم سوخت. هی جونه برادرش فوت کرده، دستشو بل نکن، کار دست خودش بده. آقا سرم سوخت. آقا قربونت. آقا جون خدا سرم سوخت. نه نمیشه آقا عزیزم، این اتفاق برای همه میفته. آقا سرم سوخت. آقا این اتفاق برای همه میفته. آقا سرم سوخت. آقا سرم سوخت. آقا بلش میکنم میبینن کلش اینقدر سولاخ شده. دمتون گرم، خدا حفظتون بکنه. خیلی باحال بود. خیلی. آقا سرم سوخت. آقا سرم سوخت. آقا برم بکنم سرم سوخت. خب، چیزی دارین بخونیم و بعد خدافظی کنیم آیا؟ من فکر میکنم که ایام ماه رمضان هسته یه کاری رو ما تقدیم بچه های ایران بکنیم. خب. اونم به این دلیل که حضرت علی علیه السلام همیشه حواسش به بچه هایی که والدین نداشتن بوده. شاید این تلنگری باشه به ما که این روزا حواسمون به کسایی باشه که این فقدان رو دارن. اگه اجازه بدین کار تقدیم کنیم. ما آمدیم. خواهش Show me my
دستگیر عالمی، تو دوای دردمی، غرور و شور عالمی، شمع شب‌های یتیمانی یا مولا علی، نانشان دادی تو پنهانی یا مولا علی، فاتح خیبر توی، حیدر کرار توی، یا علی شیر خدا، سرور و سالار توی، فاتح خیبر توی، حیدر کرار توی، یا علی شیر خدا، سرور و سالار توی، شاه مردانم علی، نور ایمانم علی، یا علی یا یا علی، دمتون گرم. آقا هدیه‌شون رو بیارید. خیلی ممنونم اومدید. خدا شما رو حفظ بکنه. شما خیلی باحالی. خیلی ممنونم. ما به پاس حضور شما و برای اینکه بگیم خیلی ممنونیم، ما قدر میدونیم که شما اومدید به خندوانه، هدایایی داریم و یک لوحی داریم که به مهمونمون تقدیم میکنیم. خیلی بر اون با ارزشه، با عشق میدیمش و دلمون میخواد یه جایی بذارین که ببینینش. من با عشق میگیریمش، میذاریمش تو عشق دونمون. دمتون گرم. خدمت شما متشکرم. خدمت شما تشکر. چکریم. و یک تابلوی کار استاد حمید مزینزاده که به هر کدومتون تقدیم میکنم. ممنون. نام الله بفرمایید. خیلی عذر میخوام، مجبور کردم شما بلند شین. بسیار این پایینم. خدمت شما. و هدیه هم تقدیمتون میکنیم که خدمت شما. ایجان مخلصیم. مرسی. خدمت شما. متشکرم. خدمت شما. خیلی ممنون. مخلصم. خب تشریف بیارین اینجا، خدافظی کنم. آه بله. خب بچه ها به احترام مردم ایران بلند شین، خواهش میکنم. به اون دوربین هر کدوم نوبتی یه آرزو برای مردم بکنیم و خداحافظی کنیم. خداحافظی ما هم اینجوریه که پشت میگیم، دست راست میاریم بالا، میگیم شاد باشید، بلند.